به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با خبرهای امروز همراه شما هستیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. این حکم واکنش هایی در پی داشت. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر در واکنش شدید به این اقدام فیصله آمریکا را ربودن دارایی های افغانستان خواند. او در توییتی نوشته که ربودن و غصب دارایی های منجمد شده مردم افغانستان از طرف آمریکا نشان دهنده پایین ترین سطح حقارت انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است. دیدبان حقوق بشر در واکنش به فرمان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص 3.5 میلیارد دلار از سرمایه های افغانستان برای خانواده های قربانیان 11 سپتامبر گفته که جو بایدن به دنبال تصرف دارایی های افغانستان است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد پس از صدور فرمان اجرایی برای کسر ذخایر ارزی افغانستان و آزادسازی بخش دیگری از پولهای افغانستان از سوی بایدن گفته است نصف نان بهتر از هیچ است. سید عیسی حسینی مزاری رئیس عمومی مرکز تبیان افغانستان هم به این حکم واکنش نشان داده و نوشته است جالب است که متهم حملات 11 سپتامبر القاعده است و افراد دست‌اندرکار هم عربستانی، اما دارایی های افغانستان باید بابت پرداخت به بازماندگان آن حادثه مصادره شود. نمیدانم این قانون را جناب بایدن از کجا آورده است. به هر حال ضرر زدن به ملت‌ها به ویژه مسلمانان طبیعت زمامداران آمریکاست و تازگی ندارد. عضو مسلمان کنگره آمریکا تصمیم بایدن برای پرداخت غرامت و بستگان قربانیان 11 سپتامبر از دارایی‌های افغانستان را بی‌وجدانی دانست. ایلهان عمر در توییتر نوشت مجازات میلیون‌ها نفر از گرسنگان برای این جنایات بی‌وجدانی است. او گفته در بین هواپیما ربایان 11 سپتامبر حتی یک افغان هم نبود. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در توییتی گفته است که امارت اسلامی از آمدن عبدالسلام رحیمی وزیر پیشین دولت در امور صلح و عضو هیئت مذاکره کننده حکومت پیشین به کابل استقبال کرده و افزوده است به شمول امیرخان متقی شماری از مقامهای امارت اسلامی با او در کابل دیدار کردند. در این دیدار مولوی امیرخان متقی همچنین از وضعیت زندگی افغانها در کمپهای خارج از کشور ابراز نگرانی کرد و ابراز امیدواری کرد که آنها به کشور خود بازگردند و با خوشی زندگی کنند. او گفت که اختلاف نظرها طبیعی است و طالبان به آن احترام می‌گذارد، اما دین و وطن مشترک بوده و خدمت به افغانستان هدف همه است. گزارش ها حاکی است که پسر محمد خان معاون ریاست اجراییه پیشین افغانستان و محافظ وی در یک رویداد مسلحانه کشته شدند و همسرش زخمی شده است. یک منبع نزدیک به محمد خان معاون پیشین ریاست اجرایی تأیید می کند که در حمله افراد مسلح ناشناس بر منزل وی پسر و یک محافظش کشته شدند. اما قماندانی امنیه کابل در خبرنامه‌ای به نقل از باجه محمد خان گفته است که دیشب در خانه او بر اثر اختلافات خانوادگی درگیری شده است. سازمان‌های امنیتی آمریکا به همپیمانان این کشور در ناتو هشدار دادند که روسیه احتمالاً چهارشنبه آینده به اوکراین حمله خواهد کرد. با توجه به تشدید مداوم بحران اوکراین، تلاش‌های دیپلماتیک در سطوح بالا سخت در جریان است. روسیه بیش از 100 هزار نفر از نیروهای خود را در مرز اوکراین مستقر کرده و در آخرین تحول آمریکا از خانواده دیپلمات‌های خود در اوکراین خواسته این کشور را ترک کنند و کمک‌های نظامی به اوکراین روانه کرده است. با گسترش دامنه بحران احتمال تقابل نظامی بین دو کشور روسیه و اوکراین افزایش یافته است. جهانی سپاس از همراهیتان با خبرهای امروز. خدایا را نگهدار.